بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة، أي نفس أي جان آرامش گرفته، أي جان به حقیقت رسیده، أي روح به حقیقت رسیده، یعنی اونی که درک کرده که حوادث عالم همه از ماهی خداست و از نظر او باید اینها به صورت امتحان تلقی بشه. اینجور افراد هستن که هر چی که براشون پیش بیاد واقعا آرامش خودشون یک ذره از دست نمیدن، چون همه چیز براش شکل امتحان داره. خدا من اینجور خواسته امتحان کنم، اون روز اینجور مخواستن امتحان کنه، این روز اینجور مخواستن امتحان کنه. یایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بازگرد به سوی پروردگارت، راضیتن تو که مطمئنی، طمأنینه داری، آرامش داری، قهرا راضی و خرسند از پروردگارت هستی. تو که از خدا راضی هستی، خدا هم از تو راضی. انسان کی از خدا راضی؟ اون وقتی که عبد باشد، به معنی واقعی کلمه عبد باشد. وقتی که انسان به معنی واقعی کلمه عبد، عبد خدا بود، خدا هم از تو راضی. ارجعی الی ربک راضیةً فی مرضیه، راضیتن مرضیه، برداری این راضیتن از عبودیت آیه بعد، ادخلی فی عبادی، از داخل شو در زمره عباد من، در زمره بندگان من. توی یک بنده زندگی کرد، مانند یک بنده زندگی کرد، بنده حق، مانند یک حق پرست زندگی کردی، غیر حق رو نپرستیدی، فقط بنده من بودی و بنده من. از داخل تو در زمره کسانی که اونها مانند تو همه بندگان من هم به معنی واقعی کلمه. ودخلی جنتی، و در بهشت خاص من، و در بهشت من وارد شو. که گفتن این بهشت من یعنی بهشت خاصی است که ما رو بندگان خاص هست. اون بهشتی است که برای ماها دیگه غیر قابل تصور است، بهشتی است که دیگه نعمتهای مادی نمیتواند او را به اصطلاح توضیح بدهد و توضیح بکند. در اینجا یک حدیثی است از امام صادق علیه السلام که ایشان فرمودند اقرأوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم. سوره الفجر را در نمازهای واجب و در نمازهای مستحب خودتون بخوانید. بعد اضافه کردن به انها سوره حسین علیه السلام. این سوره سوره جد ما حسین ابن علی علیه السلام. عرض کرد ابن رسول الله به چه مناسبت این سوره سوره جد شما حسین ابن علی؟ فرود اون آیات آخرش را، یعنی اون مصداق اون آیه آخر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، جد ما حسین ابن علی. قبلش عرض کردیم که تمام این آیات همه در زمینه امتحان و ابتلاء الهی. یکی از اون کسانی که هر چی که برای او پیش آمد اون به یک امتحانی از امتحانهای خدا برای خودش تلقی کرد و یک ذره تکون نخورد، تکون نخورد.